وحشت رژیم از قیام و اعتراف‌های تکاندهنده نمکی. گزارش دوستان امنیتی برای ما می آید که مردم از فقر رو به سمت طغیان می روند. اقتصاددانان مملکت باید به من ارائه می کردند که من چگونه می توانم این مملکت را به گونه ای اداره کنم که طغیان ناشی از گرسنگی و فقر هم نداشته باشیم. خب این گزارش دوستان امنیتی رو برای ما میاد، این که مردم از فقر و تهیدستی رو به سمت طغیان میبرند، این بس جدی است. رئیس جمهور این مملکت باید به این معیشت فکر کنه، دولت این مملکت باید، به نیروهای امنیتی نظامی و انتظامی باید به این معیشت و عدم شکل گیری یک طغیان فکر کنن. نمیشه مردم رو در شرایطی که من نمیتونم از خزانه مملکت، به اینایی که از بچه ها توی انگلیس درس میخونم یه 20,000 پوند به من دادن، به من دانشجوی تازه از یک کشور دیگه، که آقا تو قصه نخور، تو اوج گرفتاری تحریم ها و چیز کرونا و اینا. خب من اینجا که نمیتونم، من یه دکه‌دار رو که نمیتونم شب به شب در خونش پول ببرم، یه راننده تاکسی که مسافرکشی که من نمیتونم، یک مغازه‌داری که چک برگشتیش داره موکول میکنه اینشون رو به خودکشی، نمیتونم جوری دیگه بهش کمک کنم، مجبورم بگم آقا باز کن. اقتصاددانان مملکت، شماها باید راهکار به من ارائه میکردید که من چگونه میتونم این مملکت رو در شرایط سخت کرونا به گونه اداره کنم که طغیان ناشی از گرسنگی و فقرم نداشته باشم. نیروهای مسلح جوانمردانه ایستادن و من واقعا باید زانو بزنم با من یک شهروند این سرزمین، دست یکایی که شما رو دادستانهای محترم، قوه قضا، ما نشد که از یک دادستانی بخوایم که آقا این داره حرف بی ربط میزنه، این داره تضعیف میکنه، صبح اونو در یک شعبه نخوان، چون ما از دو سمت میخوردیم، یه سمت از بیرونی ها میخوردیم، کانال های معاند، یه سر از درون میخوردیم. نه اینکه نفهمیم این بازگشایی آمار را خواهد برد بالا، این جهل ما نبود، این ضعف ما و زانو زدن ما در مقابل اقتصادی بود که بیش از این پتانسیل و کشش نداشت. ما اگر دچار خسران شدیم در کرونا، نه اینکه نفهمیم این بازگشایی آمار رو خواهد برد بالا، نه این که نفهمیم مترو و اتوبوس وقتی یک سوم توان نقل و انتقال این جمعیت رو داره، ما مواجهه با یک چنین پدیده نخواهیم شد. این جهل ما نبود، این ضعف ما و زانو زدن ما در مقابل اقتصادی بود که بیش از این پتانسیل و کشش نداشت. این همه عزیزان باید بدانن، و من اگر روزی قرار باشد که خدای نکرده این زحماتی که این عزیزان در طول این مدت کشیدن به هر دلیل مورد هجم قرار بگیره، دیگه منم مجبورم حرفایی رو بزنم که فراتر از ظرفیت کشش بعضی از اندیشه هاست.